بسم الله الرحمن الرحيم. چه کنیم علاقمند بشیم به یاد خدا؟ یاد خدا تو زندگیمون کمرنگ نشه. چند تا از روایاتم در این رابطه میخونم به شرط باز یک صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت دارد لو تفکرتم فی وحشت القبر و ظلمتهی کثر ذکرکم. اگر درباره قبر و قیامت فکر کنید ذکر تو زندگیتون زیاد میشه. دیدی شما قبرستان که میری بی اختیار فاتحه میخونی، انا انزلنا میخونی، تو تشییع جنازه همه لا اله الا الله میگن، همه دارن خود یاد قبر و معاد ذکر خدا میاره. خیلی قشنگه. لو تفکرتم فی وحشت الغرب و ظلمتهی کثر ذکرکم. اگر فکر کنید در وحشت قبر، لذا اینه که تأکید شده از گاهگاهی قبرستان برید سر به اموات بزنید، برای همینه که انسان موجب میشود یاد خدا تو زندگیش پررنگ بشه. جنازه رو دفن میکردن، امام کاظم رسید، فرمود صبر کنید. همه اون افراد رو آورد کنار قبر، همون همه تو قبر نگاه کنید، همه نگاه کرد، فرمودن که اینجا سالون خروجی دنیاست و سالون ورودی آخرته. مثل گمرک دیدید، اینجا دیگه خط آخره. آدمی که ورودش به آخرت از اینجاست، خروجش از دنیا اینجاست، چرا زهد نمیورزه؟ چرا گناه میکنه؟ یعنی کلاس اخلاق رو گاهی ائمه ما تو قبرستان تشکیل میدادن. امیرالمومنین از جنگ بر میگه جلو قبرستان ایستاد، همه هم ایستادن. فرمود کجا رفتن کسراها، کجا رفتن قیصرها، کو سلیمان، کوف کجان فرائنه. تو نهج البلاغه هست. بعد فرمود من اگر بخوام با این اموات حرف بزنم سه تا خبر بهشون میدم. یک، خانه هاتون دیگران دارن توی زندگی میکنن، سر زندگیشونن مردم، یه 40 روز 1 سال خیلی گریه کنن تموم میشه دیگه. بچه هاتون و خانه هاتون رو عرض میکنم که توی زندگی میکنن. اموالتون هم تقسیم شد، قصه نخورید. حال تو سر کله هم ممکنه بزنن، انحصار وراثت کنن، نمیدونم دعوا کنن، ولی به شما چیزی دیگه نمیدن. خانواده هاتون هم، زن هاتون هم، بچه هاتون هم مشغول زندگی شدن، یا ازدواج کردن یا نشستن بالاخره. فرمود اما اگر اینا بخوان به من خبر بدن، میگن یا علی، تنها چیزی که اینجا به درد ما خورد تقوا بود، تقوا و خدا ترس. واقعا اینطوره. ولذا امام صادق علیه السلام فرمودن، تو روایت دارد که مؤمن تنها چیزی که بهش میگه من از تو جدا نمیشم عملشه، و الا بچه جدا میشه، زن جدا، مفارقت از همه اینا. خود اینا یاد میاره، ذکر میاره، رفتن به قبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على